بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا رسول الله وآله آل الله وعلى أعدائهم لعنة الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم سهل في مخرجه في مخرجه. سلام عرض میکنم صمیمانه و از سر ارادت و اخلاص محضر شریف شما عزیزان بیننده برنامه نقد و نظر رو از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و با حضور آیت الله موسوی زنجانی آغاز میکنیم، با این عرض که مثل همیشه پیشکش میکنیم ثواب برنامه رو به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. در جلسه پیش ثابت کردیم که به استناد آنچه که در در المنصور خود آقایون اهل سنت سیوطی از نویسندگان و پرکار اهل سنت هست و او در واقع به قول امروزی ها مدرسه است، خودش ذیل آیه های 51 و 52 بحثی رو طرح میکنه و میگه در جنگ احد قطعا خلیفه دوم عمر ابن خطاب البته با چند نفر دیگه اخبار جنگی رو مینوشته و برای یهود بنی قریظه و بنی نظیر میفرستاده، اون هم به صورت پنهانی با تعبیر ید و سونه، یعنی در یه چیزی قایم میکردن این نوشته ها رو و پیاپی میفرستادن و اخبار جنگی رو برای اونا میفرستادن. بعد از جنگ هم این کار هم البته خوب روششون بود و در عوض دو تا کار یهود براشون میکردن، یکی اینکه بهشون وام میدادن و یکی دیگه اینکه براشون منافع دیگری داره، ما نمیدونیم اون منافع چیه، ولی به صراحت خود کتابی که ازش نقل کردیم میگه و منافع، حالا پول میگرفتن یا تو تجارتشون، چون یکی از کارهایی که خلیفه دوم داشت مال خری بود، یعنی حیوانات چهارپا رو میخرید و میفروخت و جابجا میکرد و گاهی وقتا کارهای تجاری اونور میکرد، جاسوسی میکرد. آقای خلیفه دوم اون هم در جنگ علیه رسول خدا، خب یه جاسوس وقتی توی سپاهی اخبار رو میفرسته برای دشمن در واقع جزو کدوم سپاهه؟ جزء سپاه مخالف که آمده اینجا داره از درون می جنگه. خب همچین کسی وقتی افشا بشه در جنگ های امروز حداقل به صورت صحرایی محاکمه میشه، همین که این موضوع ثابت بشه اعدامش میکنن، تیربارانش میکنن، یعنی قضایی نیست که بره به دادگاه قضایی وارد بشه و سیر قانونیش تیشن، همونجا بهش میگن دادگاه صحرایی. چرا؟ چون کار او خیانت، جنایت. این آقای خلیفه دوم عمر ابن خطاب به صراحت تفسیر درالمنصور آقای سیوطی ذیل آیه های 51 و 52 سوره مائده اخبار جنگی رو میفروخته. خب آیا چون این کسی اون هم در همون شرایط اگه مقایسش کنیم با امیرالمومنین که در جنگ احد چه کرد، بالای 70 تا زخم خورد، و خلیفه دوم وقتی دید و از خراب هوا پس به قول امروزی ها فرار کرد، از صحنه خارج شد، در حین فرار برخورد به یکی از زنان مسلمان که اونجا آمده بود مجروحها رو رسیدگی کنه، اون زن مانعشون شد، اونا شرم هم نکردن که تاریخ ادامه میده اون زن بعد از اون دیگه دارو رو انداخت دور و شمشیر گرفت و رفت جنگید در رکاب رسول خدا به نام نصیبه. خب حالا آیا چون این کسی استحقاق داره خلیفه بشه؟ این سوالی است که از خودتون بپرسید. دنبال میکنیم بحثو. عرض کردم مهمان ما آیت الله موسوی زنجانی و بحث ما ادامه همون مباحث قبلی است. آیات قرآنی رو بر پایه کتاب تفسیر طبری که میزان و ملاک ماست بررسی میکنیم و تا کنون ثابت کردیم که از هر 50 روایت یا رأی، یعنی تفسیر به رأی که نهی هم شده، یک مورد میگن قال رسول الله، بقیهش دیگه از کی؟
از مردم؟ نه، از کسانی که وظیفه‌شون نشر فرهنگ یهوده، بقیهش از مفسران یهودیه. و در مواردی برمیخوریم صراحتا میگه و یهود نظرشون درباره این آیه اینه، اهل العلم که میگه یا بعض اهل کتاب یا بعض اولو الالباب که میگه، اشاره میکنه به همون یهودیانی که حتی مسلمان هم نشدن در ظاهر. استاد من پرگویی کردم، بحث رو ادامه میدیم، در خدمت شما هستم و از طرف خودم و بینندگان محضر شریف شما سلام عرض بکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی، علیکم السلام، محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان زحمت کش در این فضای استودیو. خب مطلب روشن شد. یک نکته اضافه کنم، گاهی انسان در فضای استودیو صحبت میکنه، اون تراکم مطلب باعث میشه بعضی از مطالب مهم یادش میاد. بله. سوال شده شما در جلسات قبل در تفسیر آیه 4 سوره مبارکه تحریم استناد کردید به متن آیه قابل قبوله، ان الله هو مولا، خدا مونده برای پیغمبر، جبریل مونده، صالح المؤمنین گفتی فقط علی ابن ابی طالب و ملائکه. بله. در حالی که اگر این حرفو بپذیریم صریح قرآن هم هست، به من اینطوری میگن و شما هم گفتی قبول، اما اشکال باقی مونده. سلمان فارسی، ابوذر، مقداد، اینها چی میشه تکلیفش؟ آیه میگه صحابه تبدیل شدن به کودتاگران، هیچ کس باقی نمانده برای پیغمبر، مونده خدا و جبریل و صالح المؤمنین به تفسیر شما، یعنی فقط علی بن ابی طالب و ملائکه. پس سلمان فارسی کدوم طرفه؟ جواب، آیه که نازل شد میخواد بگه در فضای اطلاع از این قضیه خدا هست و پیغمبر است و علی بن ابی طالب است و جبرئیل و ملائکه. این فضا وقتی که آیه نازل میشه اینجا را میگه، میگه شما فعلا هستید. پس سلمان کجاست؟ سه طیف میشه، خدا، پیغمبر، علی بن ابی طالب، جبرئیل، ملائکه، اینا یک طرف. بله. صحابه اکثریت در کدوتا، صحابه 4-5 نفری هم کنار علی بن ابی طالب بود، اونها در اون طرف نیستن، این طرف هم نیستن، چون مطلع نیستن از کودتا، در داخل صالح المؤمنین نیستن، چون کودتا کننده نیستن، از اونها هم نیستن. پس طیف سه تا شد، بیان ما ناقص بوده. پس اون صحابه های مثبت و خوب مثل سلمان فارسی در اون کودتا کدوم طرف بوده؟ در طرف اونها نبوده، طرف کودتاگران نبودن. اما چون آیه نازل شده به پیغمبر، به علی بن ابی طالب هم جریان رو گفته، پس مطلع خدا هست و پیغمبر است و علی بن ابی طالب است و جبرئیل و ملائکه، اینها یار پیغمبرن، یعنی پیغمبر یکی از اونهاست ولی اونها یار اینن، پیغمبرن. صحابه کودتا میکنن، صحابه مثبت در جریان این کودتا نیستن در این مقطع نزول آیه. بله. اطلاع ندارن. در نتیجه چجوری پشتیبانی بکنن؟ بله. خب برگردیم به اصل موضوع. سازه بحث ما این است، آیه به آیه، سوره به سوره، قرآن را بررسی میکنیم بر مبنای تفسیر طبری مورد قبول آقایان وهابیون. ثابت میکنیم آقا بحث اینها سر خلافت علی فقط نبوده، با رسالت پیغمبر مشکل داشتن، مطلقا پیغمبر را قبول، یعنی مطلقا قبول نمی کردن، نسبی قبول می کردن، به عنوان پیغمبر که قرآن آورده قبول می کردن، اما سنت پیغمبر را قبول نمی کردن. ادعای ما اینه، الکی اسم خودشون رو این وهابیون گذاشتن اهل سنت. چون بزرگترین جنگ را بر علیه سنت پیغمبر اینها راه انداختن. امروز در این جلسه کمی با بقیه مباحث فرق داره قضايا، حدود 30 مطلب آوردم، مجبوریم به خاطر تراکم مطلب فقط اشاره کنیم، سند بدیم. بقیه فکر متفکرین است و اون چه که از فکرشون به دست میاد ما. بله. کاری نداریم، ما سرنخ اندیششونه بهشون. بله. چون مطالب زیاده، الان نگاه کنید. بله. 15 صفحه احتمالاً بشه. بله. ولی فقط به کلیات اشاره میکنه. خب از اولین
دقت کنید، بله. از 32 آیه تا 52 آیه سوره یوسف میشه چند آیه؟ 20 آیه. آقایان 22 نفر را، آقایان وهابیون، بله. آقای طبری که مورد قبول این آقایانو، بله. 22 نفر تفسیر کردن 20 آیه رو. چقدر تفسیر آوردن؟ 172 رأی و تفسیر برای تفسیر قرآن، بله. یک دونه مکرر از پیغمبر آوردن، اون هم علی بن ابی طالب فرموده، اینم اگر ثابت بشه کسی گفته شلاق داره. اون چیه؟ کسی به پیغمبری عمل خلافی چی؟ نسبت بده. اشتباه، تو اشتباه کردی، بله. پیغمبر اشتباه کرده، اینم دروغا نسبت بده. این چند تا شلاق داره؟ دو تا حد داره، عدد شلاق نه، حد دو تاست. بله. یکی این که افترا زده، دو این که خود محتوای افترا طرف پیغمبره، یکی به خاطر پیغمبر بودن، یکی به خاطر افترا که به هر کس دیگری این افترا رو بدی حد داره، درست، و یکی به خاطر پیغمبر بوده. خب پس تکرار کنم، 20 آیه سوره مبارکه یوسفه، بله. طبری از 22 نفر تفسیر آورده، یک تفسیر مکرر از پیغمبر آورده، اگر راست بشه شلاق داره. چیه؟ میگه پیغمبر فرموده یوسف اشتباه کرد. کجا اشتباه کرد آقا؟ علی عز و الله، پیغمبر همچنان حرفی نمیزنه. وقتی که در زندان بوده بیشون خبر آوردن فلانی خواب دیده، بله. چرا بدون گرفتن امتیاز، بدون آزادی تعبیر کرده؟ ای من که به جای یوسف اگر می بودم می گفتم عزیز مصر، منو که ظالمانه به زندان انداختی اول امتیاز بده، من بیام بیرون در یک فضای طبیعی خوابت رو تعبیر بکنم. حالا چون یوسف بلد نبود بدون گرفتن امتیاز تعبیر خواب کرده، این خلافی بود، یوسف مرتکب شد، ما میگیم چی؟ سوتی داد، ای کاش یوسف این کار را نمی کرد. این چی گفته باشه علی عزو الله؟ بله. پیغمبر اسلام یوسف را محکوم کرده بدون امتیاز چرا آمدی بیرون؟ خب این را از پیغمبر نقل کردن که علی بن ابی طالب فرمود کسی به پیغمبری افترا بزنه پیغمبر اسلامه. این حرف را به دروغ به پیغمبر اسلام گفتن. پیغمبر اسلام پیغمبر دیگر را چی؟ محکوم میکنه. خب این از پیغمبر اسلامشونه. حالا آقای مجاهد برای 33 آیه که خودشون اعتراف کردن رابطه یهود بوده چند تا حدیث آورده؟ تفسیر آورده؟ 32 تا. 20 آیه رو مجاهد تفسیر میکنه 33 مورد. هیچ کدوم قال رسول الله نداره. یعنی کاش میشد به اندازه مجاهد رسول خدا رو بها میدادن. از علی بن ابی طالب خبری هست؟ نه، اون که هیچی. حتی از خلفای ثلاثه هم خبری نیست. چون اینها رابط مستقیم یهود بودن، ولو اینکه اونها جاسوسیشون رو ثابت کردیم که به گفته خودشون عمر کلن اطلاعات نظامی را میداده، وام میگرفته. خب قتاده رابط یهود 30، ابن عباس بی خبر که نسبت دادن هیچ سندی نداره 22، ابن اسحاق 19، سدی 15، ضحاک ابن مزاحم 11، ابو هریره 1 روایت، همون جریانی که گفتیم، اون هم از طریق چی؟ اکرمه به ما رسیده. حالا عبدالله مطلق 5، اکرمه 5، ابن زید 3، آخرون یعنی یهود 4، ابن جریج مسیحی، جورج مسیحی 4، حسن بصری 3، ابن رزین یا رزین 2، و وهب بن منبه مسیحی 2. جمعاً برای تفسیر 20 آیه آقای طبری از 22 نفر تفسیر آورده شده 172. یک روایت مکرر از پیغمبر آورده که اگر چنین چیزی را اتفاق بیفته شلاق داره. این تفسیرشون، یعنی یه دونه از رسول خدا آورده که کاش نمی آورد، بله. چون بار توهینی داره به رسول، بله. خدا، بله، بله. خب گفتم چند تا مطلب میاریم، 30 چند تا مطلب، بله. از این رد بشیم، اون سازه اصلی، بله. بس رفتیم جلو.
800 جلد وهابیون طبق تخمین کفی شو حساب کردیم ما. شما اگر حتی مقابل این 800 بنویسی 8000 نباید مذمت و ملامت کرد. کتاب نوشتن درباره این که قاتلین عثمان مستحق مرگ بودن، اما قاتلین علی ابن ابی طالب قابل چی بودن؟ مد یا ضربتن من تقی ما اراده بها. بله، شعر معروفی است که در مدح قاتل امیرالمومنین سروده شده. این آقایی که قاتل علی ابن ابی طالب درباره شعر سرودن، من آوردم، میگه ضربتی که اون انسان متقی زد بر فرق علی ابن ابی طالب جز رضایت خدا هدف دیگری نداشته. خودش هم روز قیامت اوفل بریتو عند الله چیه؟ میزانا، کفه ترازوش پر است از ثواب چون علی ابن ابی طالب کشته. درست؟ 800 جلد آقایان کتاب نوشتن اثبات کردن قاتلین عثمان مستحق چی بودن؟ بله، اعدام بودن. چرا؟ بخوام که خلیفه ای رو کشت. خب علی ابن ابی طالب هم خلیفه بود دیگه. خب علی ابن ابی طالب بود. گفتم چند تا؟ 800 جلد. حالا کان خالد القصری رجل سوء یقع فی علی ابن ابی طالب. این آقای استاندار بنی امیه و علی ابن ابی طالب بد میگفته. و کانت امه نصرانیه و کان متهما فی دینه وقد بنا لأمه کنیست هم فی بیته. میگه این آقای خالد قصیر، خالد قد کوتاه، بله، استاندار معاویه بوده. اولا قطعا ثابته که مادرش همچنان مسیحی بود، نصرانی بود. ثانیاً خودش معلوم نیست مذهبش چیه. این آقای استاندار مذهبش معلوم نیست؟ معلوم نیست. عده میگن مسلمان، عده میگن مسلمان نشد و استانداره و برای مادرش وسط کاخ خلافتش کلیسا ساخته. این آقا استاندار وهابی مورد قبول می نویسن کان خالد القصر رضی الله عنه. این رضی الله عنه در کاخ استانداری اسلام آقایان وهابیون کنیسه درست کرده برای مادر اهل کتابش. خب اینم این. قال مروان بن حکم، عربیشو بخونیم، بفهم. ما کان احد ادفع عن عثمان من علی بن ابی طالب علیه السلام. مروان ابن حکم که دیگه معروف دشمنیش با اهل بیت، اینجا حالا از دهنش در اومده یا خواست حق بگه، میگه در قصه عثمان هیچ کس بیشتر از علی ابن ابی طالب دفاع نکرد که آقا این خلیفه رو نکشید. خلیفه کشی باب نشود. درست؟ فقیل لهو به مروان گفتن اعتراف کردی؟ علی ابن ابی طالب صادقانه میگی بهترین شخصی بود در دفاع و صادقترین شخصی بود در دفاع از عثمان. بله. فقیل له ما لکم تسبونه علی المنابر، چرا اینقدر سر منبر ها توهین؟ اگر علی ابن ابی طالب دفاع کرده از عثمان، چرا بالای منبر دشنام میدید به علی؟ قال انه لا یستقیم لنا الامر الا بذلک. کار دست ما نمیاد، حکومت دست ما نمیاد، مگر اینکه باید صبر کنیم. اصلا بقای تشکیلات ما زیر سایه سب علی ابن ابی طالبه. این مروان نور چشم آقایان چی؟ اصلا نور چشم معاویه بوده. درسته؟ بله. آقایان وهابی. بله. این کجا سندش؟ از سواق المهرقه ابن هیثم، ابن حجر هیثمی، صفحه 33. حالا این جمله رو گفتم حدود 30 مورده. بله. ها بله. نقل عبدالرزاق معمر، عبدالرزاق صاحب المصنف، معمر گفته سألت زهری، همون ابن شهاب زهری، مندیل الخلفا، مندیل و دستمال کاغذی آقایان خلفا، از اون پرسیدم من کان کاتب یوم الحدیبیه، اون صلح حدیبیه را چه کسی نوشت. بالاخره پیغمبر به هر کسی کار بزرگی نمیده. بله. فضحک، خندید و قال علی علیه السلام. علی نوشته. و ولو سئل تو، یا بخشید، ولو سألت انها اولا بنی امیه قالو عثمان. اگر از
آقایان بنی امیه بپرسید میگن چی؟ عثمان. عثمان آقا شما میگید علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم ماست، این همه دروغ بر علیه ایشون، این همه توطئه بر علیه ایشون چیه؟ این هم سندش کجاست؟ مسند احمد خبر جلد 2 صفحه 591 حدیث 1002 و عبدالرزاق هم در مصنف جلد 5 آورده بله. در دو جا شماره حدیث 9722. خب این جمله را دقت کنید. قال جعفر ابن ابراهیم جعفری کنت عند الظهری اسمع منه، پیش او میرفتم درس میگرفتم بله حدیث پیغمبر. فاذن عجوز قد وقفت علیه، در همین گام پیرزنی آمد پیشش بله. فقالت یا جعفری لا تکتب ان هاذا، جعفری از این علم حدیث یاد نگیر. پیرزن اومد به من گفت پیش این اومدی چیکار کنی از این حدیث نقل نکن ننویس. فانه مال الى بنی امیه، به دلیل اینکه به سمت بنی امیه تمایل بله. پیدا کرده شده مزدور اونها شده. و اخذ جوائزهم، و جایزه هایی که بهش دادن با جون و دل پذیرفت. درسته. فقلت من هازا، من گفتم این چیه آقای ابن زهری، این خانم کیه؟ به من میگه از تو چیزی یاد نگیرم چون شما عامل بنی امیه هستید. قال زهری اختی رقیه، این خواهرمه، رقیه هست. خرفت، پیر شده، خرف شده. قالت، اون رقیه خانم خودش گفت داره خرفت انت تو خودت خرف شدی بله. کتمت فضائل آل محمد و حدیث چی؟ اینجا به زنگاه بحث اینه، اون پیرزن گفت خودت خرف شدی، احادیثی که در فضل آل محمده اونا رو پنهان میکنی نمیگی بله. و الاخر خب پنهان حدیث و فضائل خاندان پیغمبر انسان را جزء مدافعین پیغمبر قرار میدی یا مخالفین؟ آقای وهابی قطعا جزء مخالفین. درست شد. اینم ابن اسحاک جلد 42 صفحه 227. یه دفعه دخل مقدری بکنیم با اون، این که این آقای زهری گاهی وقتا در تاریخ و در حدیث نامه هایی میبینیم بین او و حضرت امام سجاد رد و بدل شده. این نامه ها اینا رو مثبت تلقی آره دارد. اینها رو اگر دقت کنید در متن نامه ها حضرت هرگز ستایش نکرده، مدح نکرده، او سوالی کرده، امام سجاد هم جوابی داده در شرایط تقیه او جواب را داده، اونم اخلاقی هم داده. این حاشیه شما باشه، یه چیزی من اضافه کنم فهمید. ولی اگر ناقص بمونه بحث ما بخواد زیاد بیه تقدیرش باشه، یه جلسه دیگه هم میزنیم. چهار نفر رو حاکمان چهار نفر رو انتخاب کردن، ساختن نفوذی. بروید کنار امام صادق و بقیه ائمه بگید ما قاضی هستیم، مشکل داریم، مشکل علمی شما ولی جاسوسی کنید. اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، حفص بن غیاث، دراج بن نوح، غیاث بن کلو، این چهارتا هر چهارتا چی؟ جاسوس بودن. غیاث بن کلوب استاد اسماعیل بن زیاد سکونی که این همه مثبت نگری هست بله. و بعد از او ما درباره او کتاب چیز نوشتیم، یه جزوه بزرگ میشه کتاب بله. آقا ببینید من سه مورد رو نوشتم، غیاث و دراج و سکونی بله. چهارونش من باید بگم نوح بن دراج ها عکس گفته باشم. نوح بن دراج بله. او سومی رو من نوشتم، غیاث بن کلوب، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، حفص بن غیاث بله بله. خب نوح بن دراج دیگه چهار بله درست شد. درست شد. البته دیدگاه حضرت استاد دیدگاه شبکه نیست، پژوهش علمی بله. شده بله. نه علمی اینا بله. ما اینها رو جمع کردیم 800 مورد فقط اسماعیل بن ابی زیاد چی سکونی، یک روایت هم جعل کردن که ذهن بعضی از علما رو هم زده بود. قد روی عن الصادق علیه السلام کل حادثت حدثت ولم تجع الیکم خبر عن اهل البیت فعملو به روایات هم، به روایات اهل سنت، ازا نقلو عن علی، وقتی که از علی بن ابی طالب روایت نقل کرده اهل سنت اون عمل کنید اگر از شیعه روایتی پیدا نشد، امام صادق گفته باشه که چنون چیزی نیست. حالا در این مورد ما با شما موافقیم، فرموده که از علی بن ابی طالب اصلا سکونی نقل نکرده در حالی که 7 جا نقل کرده، من جمع کردم. مرحوم شیخ محمد حسن مظفر، باید بگیم یک علامه کامل،
این شخصیت بزرگوار هم اینجا یک غفلتی کرده. نوشته که خیلی سریع نوشته که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی تمایل واقعی داشته به اهل بیت. اینو دقت کن چطور؟ چون امام صادق به تمام سوالاتش جواب داده. جواب تمام سوالاتی که امام صادق بین آقا داده هیچ کدام قال رسول چیز قال صادق نداره، یعنی نمیگه من گفتم، میگه قال رسول الله، یعنی من راویم. امام خودشو مطرح نکرده. امام صادق میفهمید این اخبار لو میره، هر جا سکونه وارد محضر ایشون شده امام صادق فرموده قال رسول الله، قال ابی عن جدی عن جدی عن ابیه عن رسول الله. هفت جا از علی ابن ابی طالب نقل کرده آقای خویی ندیده، هم آیت الله خویی هم آیت الله مظفر درجه خلایی دارن. پس داشته باشیم این مطلب رو. شما رفتی هاشم ذهن بله آوردن نکته جالب. این چهار نفر جاسوس بودن. یه جمله الان نگم حیفه، بعدم یادم بیفته ناراحت میشم. متون اهل سنت رو بررسی کردم راجع به سکونی. 20 نفر مثل ابن حجرها گفتن خبیثون کذابون چی و چی راجب سکونی. اگر این سنی بوده، قاضی بوده، به صورت عادی فرد متدینی بوده، نفوذ نداده بودن به جهان شیعه، چگونه است که یک نفر ندیدیم بگن آدم سالمه؟ آقای خویی علی الله مقام شریف نرفته ببینه. کل مغزها و خریطهای اهل سنت گفتن که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی خبیث بوده، کذاب بوده، جعال بوده. حالا ما از او 800 خورده ای روایت نقل بکنیم، این بحث که حالا بحث میخوره به جان. بله خب بریم دنبال این جمله. من توضیح دادم برای بینندگان دیدگاه علمی. بله علمی است اینجا. بله. فضای علمی. خب بله. مطلب بعدی آقا بسم الله الرحمن الرحیم رو اهل سنت نمیگن، وهابیون در نماز نمیگن. این مال خلفای پیغمبر، خلفای اربعه، مال اونهاست یا مال معاویه است؟ عمر، عثمان، ابوبکر، علی بن ابی طالب، اینها این طبق این روایت میگه از اونها نیست. این آقای معاویه پایه‌گذار این قضیه است. سوال، معاویه پیغمبره؟ نه. از خلفای راشدینه؟ نه. چطور شد اگر شما وهابیون تابع پیغمبر و خلفای راشدین هستید چرا اینجا مقلد معاویه اید؟ این یک. دو، روزی گفت که آقا یقه منو نگیرید معاویه، هی به من پول بده، هی من حقوق بده. قرآن خودش گفته مشکل مال خداست. ان الله یقول و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بابا خدا در قرآن صراحتا گفته بانک مرکزی پیش منه، خدا کم داده، من معاویه ام، به شما کم دادیم. یکی از آقایان بلند شد گفت که بله، بعد گفت که فعلا ما تلوموننی، چرا منو ملامت میکنید؟ یکی از آقایان بلند شد احنف، گفت که انا والله لا الومنك، یا انا والله لا نلومنك على ما في غزان الله ولكن على ما انزله الله لنا واخذتك واخذته. درست؟ ما ملامت نه خزانتک. آره ما ملامتت نمی کنیم که خداوند چنین فرموده، ما تو رو ملامت کنیم به این خاطر که خداوند نازل کرده در خزانه تو اما جناب عالی برداشتی بوریم تو خزانه خودت نگه داشتی و خلت بیننا. آره و به ما نمیدی و شدی حائل بین ما و خزانه. دل مو که با حال خب ما میریم ور میداریم. یک نکته اینجا بگم که متاسفانه مدرکشو یادداشت نکردم. اینها قرآن را میخواستن دست ببرن که الحمدلله موفق نشدن. یکی بدیع السماوات والارض. بله ببینید بدیع، بدع با این دو بار در قرآن آمده، بدع با یبدع با حمزه الف 12 بار. بله بدیع هو الله بدیع السماوات، خدا بدیع آسمان و زمینه. یعنی چه؟ یعنی آفریننده و نوآور، خلاق اول. بله. خداست نوآور. چی ساختن؟ ان الله بدیع و خالق السماوات، خدا خودش عالم زمین هستی را نیافریده. خداوند تعداد ملائکه آفرید، اون ملائکه دنیا را آفرید، بعد متکبر شدن، خدا گفت برید بیرون دیگه، خودم میآفرینم، اصلا من به شما چرا واگذار کردم؟ ببین خدمتشون به چی؟ خدا. خیلی عجیبه. بله بدیع و نگاه یه موقع توراتیه. بله
دیگه چرا یه مقدارش رو میترسید؟ مثلا همش توراتیه. بله. میگه شما مقابل بدیع، پشت بدیع خالق بذار. خداوند خالق کسانی است که اونها آسمان و زمین رو خلق کردن. کی بوده؟ چند تا ملائکه بوده. وقتی که آفریدن، خدا دید چقدر گردن کلوف شدن، گفت چرا این همه باد کردی؟ گفت آخه ما دنیا و عالم هستی را آفریدیم. گفت بیاید پای خودم میآفرینم. این عالم هستی را که خدا آفریده دنیای دومه. بله. حالا ببین چی مونده. خب مطلب بعدی کمی ظریف‌تر میشه. این معاویه، این معاویه وضع قوم من الصحابه، اینا کی هستن؟ صحابه آقای وهابی. و قوما من التابعین، تعدادی از تابعین. و جعل لهم على ذلك جعلا، جعلا جعالتن هم داریم به معنای رشوه است. جعلا به اونها چی داد؟ یکار آقا اینقدر میدم، هر که از شما بیاد این خدمت را بکنه. بله، هر کس این کارو بکنه اینقدر میدم. بله. به این شکل. خب یعنی یرغب فی جعل جعلن یرغب و فی، چشمگیر گذاشته، اساسی گذاشته، جزئی نبوده. بله. فختلقو، شروع کردن به ساختن چی؟ برای اخباری ضد علی ابن ابی طالب. شما تمام مساوی که میتونید بر علیه علی ابن ابی طالب جل. فختلقو و شروع کردن به جل. چیا بودن؟ الان مدرک میخونم. ابو هریره، امرآس، مغیرت ابن شعبه و من التابعین عروت ابن زبیر که صدها فتوا داده. آقایان وهابی رو منول میکنن. آقای وهابی، سوال. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 63. خب توجه کنید به این جمله. آقای وهابی، یک علی ابن ابی طالب داریم سلام الله علیه، یک معاویه داریم، یک عروت ابن زبیر. بله. آقای معاویه رشوه داده بین اونم یرغب و فی، درسته، که آقا هر چی در توان دارید بر ضد علی ابن ابی طالب بر علیه او روایت جعل کنید. این آقایان جعل کردن، جعل رو هم گرفتن. خب این آقای عروت ابن زبیر برای شما میدونه چقدر فتوا داده؟ عروت ابن زبیر باب مدینت علم رسول بود علی ابن ابی طالب. کجایید آقای وهابی؟ شما میگید علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم ماست، بسم الله، قبول. خب آقای به نام عروه پول میگرفته بر علیه خلیفه شما روایت جعل میکرده، از اون میدونه چقدر فتوا نقل کرد؟ بیش از 500 مورد این آقا فتوا داده بون عمل میکنید. این آقایی که جعل گرفته، رشوه گرفته برای چی؟ حدیث سازی. سیر هم نمیشد به این راحتی. 500 حدیث جعل کرده علیه اهل. این جمله، این جمله. نظم ابن عبد ربه ارجوزه تهلتی اسقط فیها خلافت علیین و اعتبر معاویه رابع الخلفاء. ابن عبد ربه این کار کرده که دیگه زمان معاویه نبود، از متأخرین بود. خب اینو بگن. بله. این فرهنگ کیه؟ در چه فضایی؟ یعنی 300 سال بعد از معاویه. آقای ابن عبد ربه میاد شعر میسازه، چهارمین خلیفه هم دیگه علی نیست اینجا. این کیه؟ معاویه. علی ابن ابی طالب چی میشه؟ شما طرفدار علی ابن ابی طالب هستی یا دشمن قسم خورده ایشون؟ این کتاب را آقای ابن ایان، بله، ابن عبار یا عبار قضائی، صفحه 34، کتاب دورر و سمت فی خبر سبت. خب من اسامی را بخوانم. مسلم، حالا این احادی چیه؟ تفاصیل را بخونم شما دقت کنید. ابن کثیر، احسن الحدیث، تبیان، تحریر، شیعه و سنی همه، حجت و تفاصیل، فخر رازی شافی، کشاف، کشف الاسرار، مجموع البیان، المنار، المنیر، المیزان، نمونه، همه ذیل آیه 106 سوره مائده نوشته ان تمیم داری یک سارق استاندارد بود. به قول منگاه شما میخدیم. این آقا مسلم آمده نوشته احادیث مربوط به آخر الزمان را پیغمبر از این سارق یاد گرفته. این صحیح بخاریه، مسلمه، صحیح مسلم. واقعا دردناکه. خب
مطلب بعد، این مسائل فراموش نشه. در قرن پنجم آقایی که نام بردیم مشاط، از اهل سنت یا وهابیت اون زمان در ری کتابی نوشت، بعض و فضائح چی روافض، نوشته است که منحرف نشویدا. خب چی؟ عبارت فرس قدیم. و چون رافضی را چون این مفسرانی باشند، دیگر تفسیر ابن عباس، ضحاک، سدی، مقاتل، جبیر، جبر باید بشه این جابر تنیه، حاکم، قلانسی، تفسیر هشام، کلبی، مجاهد را کجا برند؟ آره احتمالا سعید ابن جبیر را میگی. شاید چون سعید نبود. خب بله. ببینید ایشون میگه در قرن چندم؟ پنجم. میگه مواظب بشید از این تفاسیر ها. این آقایان رافضی ها یعنی ماشیه ها، از کی میگیریم تفسیر رو؟ از علی بن ابی طالب، از امام جعفر صادق. میگه تفاسیر اینها فراموش نشه ها. کی؟ مجاهد. خب آقا مقاتل کیه؟ مقاتل در حالی که هیچ یکی از یهودی ها مسلمان نشده بوده ام تفسیر قرآن یاد گرفت. درست؟ اینو موارد داشته باشیم. مقاتل ابن سلیمان. بله مقاتل ابن سلیمان. اون وقت آقای طلحه در جنگ، من مدارکش آوردم، یک صفحه بزرگ دیگه، اینها مدارکی است که میگن آقای طلحه در جنگ احد شکست خوردن چی؟ فرار کرد. اسامیش اقلا بخوانم، اجازه بدید. بفهم. تفسیر نهج البلاغه، تاریخ الامم والملوک مال کیه؟ طبری. الکامل، الثقات، سیره ابن کثیر، تاریخ الخمیس، سیره ابن هشام، درالمنصور، حیات الصحابه، المغازی، تفسیر خازن، همه اینها آوردن. حالا نمونه شو بخونم. علی چند مورد رو نام ببرید. بله. بله. الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 156. الثقات جلد 1 صفحه 228. سیره ابن کثیر جلد 3 صفحه 28. سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 88. اینا نمونه. بله. اینها میگن آقای طلحه جز فراریان بود. این آقایان در مقابل علی چی نوشتن؟ نوشته ان که ان طلحه فی غزوه احد ابتلی بلا ان حسنا. چی شد؟ حتی ان یده شلت یا شلت بود لما جعلها فداء لوجه رسول الله. آره لما جعلها، به دلیل اینکه فدای رسول خدا کرد. بعد نوشته یادش رفته، دروغگو چی نداره؟ حافظه. و قطعت یده، اول میگه چی؟ دست شلت. در همان سطح میگه قطع شد. درست. دعوا سر چی بود؟ طلحه در جنگ احد رابط بوده با یهود چی؟ شام. آمد محضر پیغمبر، گفت آقا من رفیقی دارم، من اجازه بدید برم شام. متن آوردم. اجازه میفرمایید من مرخص بشم از حضور؟ پیغمبر عبارتی داره بسیار بسیار مظلومانه. ثم این سر فقال له النبی ان مثلها من حال تخزلنا و تخرج و تدعنا. تو همچی شرایطی میخوای ما رو تنها بذاری و بری؟ گفت فاکثر علی النبی من الاستعظام. اصرار کرد، دوباره خواست که آقا اجازه بده من از این جنگ احد خلاصه برم طرف شام پیش آقایان دوستان یهودیش. فغضب علی علیه السلام فقال یا رسول الله ائذن، تو را خدا ای رسول اجازه بده بره. لأن بله لابن الحزرمیه بله ائذن لابن الحزرمیه، اسم مادرش، مادرش بله بله، و این آقا اجازه بده خواهش من بره. لا عز من نصره ولا ذل من چی خزله، یا لا عز من نصره نظیر این تبزار. جمله اول بهتره، نه از کمک این عزتی گیر ما میاد، نه از کمک نکردن او چی؟ ذلتی. درسته. حالا فکف و تلحن الاستعزان فانزل الله یقول الذین آمنوا اهاؤلاء فلان، آخرش حبطت اعمالكم اعمالهم فاصبحوا خاسرین، آیه 53. این آیه در رابطه با این آقا نازل شد راجع به منافقینه. درست. آقایان آمدن این طلحه را گفتن در مقابل علی بن ابی طالب جنگیده، این همه مسلم کشته شده، میگن طلحه رضی الله عنه
جاسوس یهود و شام بوده، فراری جنگ بوده. این آقا نوشته، همین آقایان نوشتن که دستشو در راه حفظ چهره پیغمبر اسلام چی نوشته؟ روزبهان. بله. چی بود؟ فضل ابن روزبهان، مغز متفکر آقایان چی؟ وهابی ها. جنبندی کنم نکته آخر. اینجا نگاه کنید، ما یک مطلب مستند آوردیم برای شما. امروز وهابی های سعودی با این سابقه با اسرائیل رابطه داره یا ندارن؟ علنن، علنن. خودشون داره میگن دیگه. با امریکا هم دارن. این کتاب رو من نوشتم، یکی از کتاب‌های بنده است. 100 سال پرونده امریکاست. یک نقدگونه، هشدارگونه بود راجع به گفتگو تمدن‌ها. یعنی نظر مثبت داشتیم به گفتگو، اما ثمره‌ای گیرمون نمیاد. ببینید، در یادداشت شماره 68 شورای امنیت ملی آمریکا به قلم پلنیتس گفته این دفاع از حقوق و بشر و دفاع از نمیدونم انسان‌های مظلوم و این چیزا همه خیلی سریع نوشته. بله. همه برای روزهای عادیست. چیزی باقی نمانده ما زور بگیم به تمام دنیا، هرچه باد آباد، چون منافع امریکا این عبارت هم. ما در حدود نیمی از ثروت دنیا ولی فقط 6.3% جمعیت دنیا را داریم. اما این همه ثروت در اختیار ماست، نمیتونیم بدون توسل به چی؟ زور نگه داریم. حالا این عبارت من بخونم از کجا؟ کتاب‌های آقای نوام چامسکی. آره. هم بگم آقایان وهابی‌ها با کیان؟ نظریه پرداز معاصر. بله. ببینید یک نفر نگه آقا این بحث شما تاریخی بود، یه دفعه شما پیچیدید. آقا یک خطه از یهود شروع شده، امروز هم در یهود چی؟ تمام میشه. صفحه 56 کتابمه. این عبارتیست که آقایان امثال آقای نوام چامسکی نوشتن. نوشتن که فلان روز، روز بسیار موفقیت آمیز در شکار کودکان داشتن هلیکوپترهای امریکایی‌ها. این عبارت اینه، هلیکوپترهای امریکایی‌ها وارد شدن، 50 کودک خردسال را بردن تا قطعات یدکیشون رو بفروشن. چگونه؟ نوشته است که بخشی از این چیزهای آموختنی را یک فیلم مستند ساخته کانادا به نام تجارت اعضای بدن انسان آورده. چی رو آورده؟ نوشته پزشکی که چون جانیان با قاشق چایخوری کره چشم رو از حدقه جمجمه‌ای که هنوز جان دارد بیرون می‌کشیدند. لا لا لا، من اینجا آمار خرید و فروش و تجارت قطعات یدکی بچه‌های مظلومین جهان سوم را آوردم که امریکا بزرگترین تاجرش، عامل اصلیش هم یهوده. آقایان وهابیون نورچشمیه ملک عبدالله، نورچشمی اسرائیل است و امریکا بزرگترین تاجران قطعات یدکی. این یدکی رو من میگم، قطعه بچه های فروش اعضا. فروش اعضا. خب اون روز عاشورا را ایجاد کردن، جنگ صفین را ایجاد کردن، جنگ نهروان، جنگ جمل. برای کی بود آقای خونه فرزاد؟ آرام صحبت کنید. علیه اسلام قطعا. بر علیه علی ابن ابی طالب بوده دیگه. بله. خب جنگ بر علیه علی ابن ابی طالب اگر جایز بوده، فرضمون جایز بوده دیگه، چگونه علی ابن ابی طالب شده خلیفه برای شما؟ اجتهاد بوده، جایز بوده. حالا ما امروز عملا داریم میبینیم در دنیای امروز بندر بن سلطان درسته دیگه، دنیا فهمید دیگه. بندر بن سلطان یا اینا خودشون بندر میگن، این چی بود؟ این رابط اسرائیل بود. الان من با شما صحبت میکنم، در عربستان سعودی دقت کنید، خود این تشکیلات چی صادر میکنه به دنیا؟ ان نصره. شما بگو ان نصره را دنیا با چی میشناسه؟ با خوردن دل انسان ها. درست.
داعش را دنیا با چی میشناسه؟ من نمیگم ما شیعه ها، دنیا. دنیا سر بریدن. درسته. در پاکستان این انسان ها را میکشن این آقایان وهابی با سرهاشون فوتبال بازی میکنن. احسن. خب نتیجه گرفتیم عرض منم تمام شد. آقا یهود با نفوذ به فضای اسلام چند نفر جاسوس رو استخدام کرد که شما اشاره کردید در بحث قبلی داشتیم. این آقایان اسرار نظامی پیغمبر را میدادن به یهود، وام میگرفتن، رشوه میگرفتن. کی بودین؟ گفتیم عمر بود و طلحه بود و عثمان بود و زبیر، طبق نوشته رولمنزو خوندیم. نه. امروز چیه؟ آقای ملک عبدالله قائم مقام این هاست دیگه. تکفیری ها مصنوع چیه؟ از ازدواج نامشروع یهود با این آقایان کودتاگران شده حاصلش این. اگر شیعه را شما بردارید کجا اسلام دارید شما؟ تفسیرتون پر از چی شد؟ 2% از پیغمبر اونا گفتیم جعلیه باز، 98% تفسیرتان از یهود، این تفسیرتون. فقهتون از عمر فتوا دارید شما؟ از ابوبکر فتوا دارید؟ از عثمان فتوا داره تا از علی ابن ابی طالب داشته باشید. این فتوا مال کیه؟ مالک است و احمد بن حنبل است و ابو حنیفه است و شافعی. اینا که هیچ یک از اینا پیغمبر را ندیده بودن. پس فقهتون قرن چهارمیه بعد از پیغمبر، تفسیرتون مال یهوده، محصولتون اون آقایان تکفیری ها. ارزی ندارم اگر غیر از اینه بفرمایید. اینم امریکا که شما چی میگن پیشانه بر آستانش میذارید، این ببینید 444 صفحه است، این کلن پرونده امریکاست، اونم فهرستش همه جنایته. به تعبیر دیگه اینجوری بفرمایید، امروزه چیزی که ما تحت عنوان حقوق بشر دارن طرح میکنن، تحت عنوان حمایت از محیط زیست دارن طرح میکنن و مباحثی از این دست، اینا همش شعاره، اینا همش اغفاله. چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که اسلامی که در مکه و مدینه و ریاض تجلی داره، اسلام بنی امیه، اسلام وهابیا، این الان شده سرباز قدرتمند و مطیع و سربزیر اسرائیل در خاورمیانه. در خاورمیانه درسته. چه کار میکنه؟ اگر بناس اسرائیل بخواد مسلمان ها رو نابود کنه، دیگه نیازی نداره مثل کفر قاسم و حوادث آنچنانی بره مردم رو به تیر ببنده. نه، میاد همین اسلام وهابی رو تقویت میکنه، دو تا قدرت درست میکنه ازشون رقیب هم، یکی النصره، یکی اون یارو القاعده، دو تا کشور هم میسازه مثل قطر و عربستان سعودی که با هم همیشه در حال کناکنش باشن، و اینها رو میاد تقویت میکنه در یه جایی که شروع کنه به کشتار مسلمونا. هر کس بمیرد برای اسرائیل ارزشمنده. عزتی که جنوب لبنانی ها، شیعان جنوب لبنان برای کل اسلام آورده، تو را خدا در عالم اسلام در چه قرنی بوده این عزت آوری نواخر؟ خب الان به اونها میگن حزب حزب شیطان. خب اسرائیل چی؟ بندر بن سلطان، شما که رفتی گفتی تمام بنزین هواپیماهای جنگ شما را میدیم برید حزب الله را بکوبید. اینا شیعیان جنوب لبنان دیگه. خب شما چگونه میتونید از علی بن ابی طالب دفاع کنید و منتسب بشید به پیغمبر اسلام؟ بله، محصول نهایی این اسلام عموی الان امروز این شده، میان توی کشورهای مختلف اسلامی کشتار میکنن، از نظر روانی اسلام را بدبین میکنن به جهان اروپا و جهان غرب و جهان خاور دور، میگن این شما خودید مسلمان شید که اینا دارن دیگر میکشن، القاعده یعنی ترور، دارن میخورن، مسلمان داره مسلمان میخوره، میخوای بری پیرو این بشی از نظر روانی و تبلیغی. از نظر عده و عده انسان ها دارن از بین میرن، شیعه ها و غیر شیعه ها دارن از بین میرن، کشته میشن. از طرف دیگه هر کس هم که کشته بشه به نفع اسرائیله. این مسلمون هایی که در ظاهر مسلمانن و امروز در قطر و عربستان دارن دم از اسلام میزنن، اینا در واقع علمداران سپاه شیطانن، علمداران سپاه و پیشگامان سپاه. بله، از اروپا بپرسم این آقا شما القاعده رو چی میشناسید؟ اصلا ما شیعه های کنار نیستیم. امریکا القاعده رو چی میشناسی؟ یعنی ترور دیگه. بله. آقا متشکرم از محبتتون.
از شما هم سپاسگزار هستیم که ما رو همراهی کرده اید. عزیزان بیننده پیشکش کرده ایم ثواب این برنامه رو به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به نیابت از شما که با این برنامه و مباحث می‌نشینید و از طرف خودمون فروتنانه ضمناً اصرار داریم، التماس می‌کنیم که ما رو تو لحظه‌های خوش نیایش یاد کنید. ما دلمون خوشه به دعاهای شما و این رو هم بدونید که ذکر شریف صلوات مهمترین ذکر ماست. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.